در قسمت بعد خواهید دید. امروز یکی بهم گفت شهرت من به خاطر خودم، به خاطر کلماتم نیست، فقط به خاطر زنمه، یعنی اشعر ابراهیم. جناب، حکم جلبتون رو دارم. منو برای چی آوردی اینجا؟ جرمم چی بوده؟ جرائمت که خیلی زیاده قربان، ولی فعلا باید یکم حرف بزنی. حرف بزنی. اون خبرنگاره رو پلیس دستگیر کرد. حالا چی کار کرده؟ آقا راستش شنیدم که آخان مثل این که به پیشنهاد ما هیچ توجهی نکردی. حسن، قبلنم بهت گفتم من فقط دوست دارم با شماها این بازی رو بکنم. برای کارهای دیگه خیلی راه دارم. همچین فرصتی فقط نصیب خوششانسا میشه. اشعر، کاری که ما میخواییم بکنیم، خیلی ها رزومشون دستشون رو دارن براش التماس میکنم. میدونی این آدم های نیازمندن که منتظر فرصتم. آدم عاقل زندگیشو خودش میسازه. تو که دنیای منو خوب میشناسی، روزی که یکی اختیار زندگی کردن به میل خودم و ازم بگیره، اون روز مرگو به زندگی ترجیح میدم. اون که درسته. من وقتی میبینم اینقدر برای زنداداش به به و چه چه میکنن خوشحال میشم، ولی ناراحتم میشم که با این همه محبوبیت بازم تو از زنداداش عقب مونده. دنیا الان تو رو بیشتر از کارت به عنوان شوهر زنداداش میشناسه. این اصلا خوب نیست رفیق. این حرفم درسته که مرد وقتی از موفقیت زنش خوشحال میشه که جایگاه خودش زیر سوال نره. بعدم آره، وقتی زن از شوهرش جلو بزنه، خب میدونی راستش واقعا اذیت کننده است. فکر میکنی تمام چیزایی که گفتی درسته؟ آره، از تو جلوتره. خودت اینطور فکر نمیکنی؟ بعدم تو خودت فرصت دادی که ازت جلو بزن، بعدش هم تو برای عقب افتادن به دنیا نیومدی. بابا تو این کشور چقدر آدم تحصیل کرده است، ولی فقط چند نفر کتاب میخونن. برای کسی که سریال میبینن هیچ آماری نیست. تو این عصر تجارت هر چی که به چشم بیاد همونو میفروشن. یه چیز دیگه، دنیای مطابق میل خودت ساختن، به خواسته خودت زندگی کردن، مگه هنره؟ یه بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. خب باید بریم. ببخشید رفیق، یادم رفت بهت تبریک بگم. شنیدم امسال دولت میخواد به زنداداش مدال افتخار بده. بریم. Thank you.
بازی میکنی؟ شما هم یه بازی. نه مریم، تو فعلا برو بازی کن، من بعدم باهاتون بازی میکنم. باشه، برو. ماهی؟ دخترم چی شده؟ چه زود برگشتی؟ حالت که خوبه؟ آره؟ آره، حالم خوبه. چی شده؟ احساس میکنم یکم ناراحتی. همه چی که خوبه؟ آره؟ آره خوبم، فقط یکم خستم. برات قهوه درست کنم؟ نه، فقط میخوام لباسامو عوض کنم و یه ذره استراحت کنم. بیا، باید با مامانت حرف بزنم. بیا بریم. بهی، مامان کجاست؟ چطور مگه؟ خاله عسل میخواد باهاش حرف بزن. عسل چی میخوای به ماهین بگی؟ آره؟ بگو دیگه، چی میخوای بگی؟ آبشی گفته بود به مامانم زنگ میزنه حرف بزنم. راستش ماهین الان خیلی خسته بود، واسه همین خوابیده. از اتاق که اومد بیرون خودت بهش بگو. البته برای تو هم خیلی نگرانه. خیالت راحت باشه، همین که فرصت کنه زنگ میزنه باهاشون صحبت کنی. بهت قول داده دیگه، درسته؟ حتما به قولش عمل میکنه، یادش نمیره. دنیا الان تو رو بیشتر از خالت به عنوان شوهر زنداداش میشناسه، این اصلا خوب نیست. این حرفم درسته که مرد وقتی از موفقیت زنش خوشحال میشه که جایگاه خودش زیر سوال نره. بعدم آره، وقتی زن از شوهرش جلو بزنه، خب میدونی راستش واقعا اذیت کننده است. ببخشید رفیق،
یادم بهت تبریک بگم. شنیدم امسال دولت میخواد به زنداداش مدال افتخار بده. دنیا الان تو رو بیشتر از بقیه عنوان شوهر زنداداش میشناسه. این اصلا خوب نیست. شنیدم امسال دولت میخواد به زنداداش مدال افتخار بده. تو رو بیشتر از بقیه عنوان شوهر زنداداش میشناسه. این اصلا خوب نیست. عمو چه خوب شد که شما اومدی. امروز یکی بهم گفت شهرت من به خاطر خودم نیست، به خاطر کلماتم نیست، فقط به خاطر زنمه. اینم گفت که تو این مسابقه زندگی من عقب موندم. شما بگو، یعنی اشعر ابراهیم بازنده شده یا عقب مونده؟ جواب بده بابا، یه چیزی بگو. نکنه تو هم فکر میکنی که من بازنده شدم؟ آره؟ اینطور نیست، تو نمیتونی بازنده باشی. بابا چطوری میتونی ببازی؟ شهرت تو فقط خودتی و کلماتت. تو این مسابقه زندگی چطوری میتونی از کسی جلو بزنی، حتی اگه زنت باشه؟ اصلا برای چی ناراحتی؟ الان خودم براتون یه قهوه خوب درست میکنم میارم بالا. خوبه؟ دخترم چرا اینجا رو مبل خوابیدی؟ پاشو عزیزم رو تخت بخواب. خیلی خسته یاره، هیچی هم که نخوردی. الان میرم برات یه چیزی میارم. عسل کجاست؟ عسل کجا را داره بره؟ همینطوری بیرون اتاق منتظر تو نشسته. یادتی بهش قول دادی امروز زنگ میزنی با مامان و باباش صحبت کنه؟ آره؟ ولی دخترم اصلا قصه نخور، تو خسته ای و استراحت کن، من درستش میکنم. نبهی، من خودم باش حرف میزنم. فقط لطفاً بگو یه نفر برام یه لیوان آب بیاره. الان خودم برات میارم. اصلا کجا رو داره بیره؟ همینطوری بیرون اتاق منتظر تو نشسته. یادتی بهش قول دادی امروز زنگ میزنی با مامان و باباش صحبت کنه؟ آره؟ منتظرتون بودم، بالاخره اومدین. ماما بابام حتما خوابیدن دیگه، تو روستا همه زود میخوابن. ولی اگه بهشون گفته باشین که قراره زنگ بزنین، اصلا خواب به چشماشون نیومده. شما
شما باهاشون حرف زدین دیگه. اصل مامان و بابات موبایل ندارن. منم اسم اون آقای چی بود اسمش؟ زهیر. من با زهیر حرف زدم، اونم تو روستا نیست. گفت وقتی بره روستا خودش بهت زنگ میزنه. برای چی ناراحتی؟ مگه من خواهرت نیستم؟ هستم دیگه. مگه اینجا خونت نیست؟ ببین، ما اینجا مراقب هم دیگه هستیم. من، بهی، مریم، ستامون مراقبت هستیم، باشه؟ آفرین، بخند. زودی باشون حرف میزنی، خب؟ حالا برو بخواب. این خیال پردازی رو ول کن جناب. اینجا چیزی عوض نمیشه، هیچی عوض نمیشه. ما هممون فقط برای بردگی به دنیا اومدیم. ما دلخوشیمون به همینه که برده باشیم. امروز خیرو و زنش مردن، فردا یکی از ماها میمیره، هیچ کس هم این خیالش نیست. تو هم داری الکی خودتو ناراحت میکنی. از من میشنوی با خانقا سوال کن، بلا یرا بسوار به خدا. ولی اگه تو خاک مختوب آباد کسی با خانقا در بیفته، براش خوب تموم نمیشه رفیق. این کلانتر اینجا چی کار میکنه؟ الان میفهمم. مراقب باش. جناب، حکم جلبتون رو دارم. شما باید با ما بیایی خواهد. برای چی باید بیایی؟ چه جوری مرتکب شده؟ میخواین جواب همه ی سوال ها رو اینجا بشنویم؟ آقای خبرنگار، شما که خیلی دم از قانون میزنید که چرا رعایت نمیشه؟ حالا که قانون داره اعمال میشه، شما هم باید با همون همکاری کنید. آی ایشون آقای خبرنگار، خیلی برام عزیز تشریفه، نباید هیچ آسیبی بهشون برسه. آماده این که بریم؟ بفرمایید خودمان، بفرمایید. بفرمایید. باید ببینم. میدونستم که بالاخره زنگ میزنی. اگه میخوای که الان بیا. نه الان نه، فردا بیا. فردا میبینمت. باشه، خوبه، هرچی تو بگی. فردا میام اونجا. درست نیست آقای کلانتر، کارت درست نیست. نمیتونی منو اینطوری اینجا ببندی؟ نمیتونی ساکتم کنی؟ نمیتونی منو ساکت کنی؟ تا داری آزادی و حقوقم رو ازم میگیری؟ با این کارت نمیتونی صدای منو بباری؟ لعنتی، شما نمیتونی صدای منو ساکت کنی؟ صدایی که در حق مظلوم ها بود و کسی نمیشنید و الان همه یک کشور میشنوند.
همه یه کشور اون صدا رو میشنوه، کل کشور میشنوه آقای کلانتر. هیچ کدوم تو درمان نیست، هیچ کدوم تو درمان نیست، نه تو نه تو نه تو با اون خانه دیش که درمان نیست. باید تک تک خونه‌ی ریخته شده رو پس بدین، تقاضا تک تک خونه‌ی ریخته شده رو باید پس بدین، باید پس بدین، باید پس بدین، باید پس بدین. جناب مشکل شما چیه؟ آخه مگه چی شده؟ برای چی اینقدر علکی میزنی؟ راحت بگی بشه مختوم آباد الان همشون خوابن، بذار راحت بخوابن. منو برای چی آوردی اینجا؟ جرمم چی بوده؟ جرائمت که خیلی زیاده قربان، ولی فعلا باید یکم حرف بزنی، حرف بزنی. یادت که اومد آدمی رو که جلوی همه تهدید به قتل کرده بودی؟ اون آدم از صبح گم شده، خانوادشم میگن که شاید شما اونو کشتی. آقای خبرنگار تو کشتی. داری مزخرف میگی؟ مزخرف نمیگم. چرا داری مزخرف میگی؟ چرا؟ نه چرا مزخرف میگی؟ چرا مزخرف میگی؟ من کسی رو نکشتم. جناب همه مجرم ها همینو میگن، ولی ما مجبوریم دیگه. تا وقتی که اون آدم صحیح و سلامت به خونش برنگرده، تو همینجا پیش ما میمونی و ما از تو پذیرایی میکنیم. خوب میدونم به حرف کی منو دستگیر کردی آوردی اینجا. گوشیمو بده بهم، باید با یکی حرف بزنم. آقا تا وقتی که اون آدم صحیح و سالم برنگشت خونش نمیتونی با کسی صحبت کنی. خوب تو گوشات فرو کن، تا وقتی هم بیرون نرفتی هر حرفی که داری رو به ما میزنی. ما اصلا اومدیم که به حرفای تو گوش بدیم. خب گوش میدیم. این کار برات بد تموم میشه، کار درست نیست آقای کلانتر. خب ببین آقا، ما که خصومت شخصی باهات نداریم، فقط تو یه کاری کن، بگو اون آدم کجاست، ما هم ولت میکنیم. مطمئنم پشیمون میشی کلانتر، حتما پشیمون میشی. نه آقا، نه نمیخواد اینقدر دستمون عصبانی بشه، ما فقط داریم کارمونو میکنیم بابا، فقط کارمونو میکنیم. فقط خوب فکراتو بکن و بگو که اون آدمو به ما تحویل میدی یا نه. آره اگه اون قضیه جلوتر بره دیگه نه کاری از تو برمیاد نه کاری از ما بره. هی ایشون مهمونه ویژمونه بچه ها، هنوز خیلی کار باهاش داری. بازم بریز آقا، دوست داری که؟ بسه خیلی خوردم. انیس کجاست؟ باید الان میمد پیش ما. خان بابا چند تا از دوستاش از شهر اومدن، با همونا غذا میخوره. دخترم باش حرف بزن، میخوام ببرمش انتخابات، یکم از دوستش فاصله بگیره. توی سیاست گناه دوستا رو هم به پای ما مینویسن. خان بابا مگه به کسی گوش میده به جز شما؟ اینو خودتون بهش بگی. خان بابا شما خیلی دارید برای یه داداش مایه میذارید. قبل از اینکه ببریدش انتخابات به نظرم بهتر بود لیاقتشو پیدا کرد. آخه این حرفا چیه موقع غذا خوردن میزنی؟ ساکت باشین غذاتونو بخورین. آقا نادر اومده، میگه حتما باید با اتون صحبت کنیم.
باشه گازمون بخورم بعدم میبینمش. بسم الله. الان بهشون میگم بس آقا کلانتر زنگ زده کلانتر زنگ زده آقا چی میگه الان؟ بده الو بگو حالا که بردیش ازش حرف بکش باید صدای دادش رو تا اینجا بشنوم فهمیدی؟ مشکلی پیش بیاد خودم درستش میکنم کاری که بهت گفتم و انجام بده فهمیدی؟ همه رو از دماغم در آورد آی ملک بله آقا عقب نوبت خودم باشه گوشی ما بگیر سلام آقا و علیک السلام بگو چی شده؟ اون خبرنگارا رو پلیس دستگیر کرده. حالا چی کار کرده؟ آقا راستش شنیدم که خان کوچیک یعنی چی خان کوچیک؟ یکی رو ارجیر کردن علیهش شکایت کن. این خان کوچیکم که حرفش نمیشه. آخرش مردم نه منو شاه میدونن نه واسه یه حرفم تره خورد میکنن تو برو چشم بابا مایسا چند تا از دوستاش از شهر اومدن خیلی حواست بهشون باشه چی کار میکنن کجا میرن اخبار لحظه به لحظه ازت میخوام هر وقت دوستاش از شهر میان حتما یه مصیبت به بار میاد حالا برو چشم از سقفرالله الله اکبر سقفرالله سبحان الله این دیگه کیه داره زنگ میزنه اسمشم که ذخیره نیست الو جناب علی کی هستی؟ برای چی ساکتی؟ حرف بزن این شماره ذخیره دیگه شما کی هستی؟ اول شما خودتو معرفی کن شما خودت کی هستی؟ بعد منم خودم رو معرفی بهت میگم که ظهیر الان کجاست برای چی ساکتی خانم جواب بده دیگه شما کی هستی الو ببین چی میگم بابا به گوش کن چی میگم یعنی کی میتونه باشه؟
اگه اهل روستا باشه چی؟ از این داستان خوشتون اومد؟ نظراتتون رو با ما در میون بذارید.